حقیقت ای است که پاک بودن محیط زیست از امراض گوناگون جلوگیری میکنه. پس بیاین یک محیط زیست پاک داشته باشیم. حقیقت این است که ما هیچ حراسی از آن برای بیان آن نداشته باشیم. تشکر میکنیم از تلویزیون یک. ببینین کسانی که در افغانستان در راس حکومت وظیفه اجرا میکنن از حقیقت به مردم افغانستان چشم پوشی میکنن. و مشکل عمده ای که در افغانستان وجود دارد کسی نیست که در رشته خود کار کند و هر قدر عاید زیاد باشد به همان طرف رجوع میکند و در حال حاضر قدرت به دست مافیا و افراد زورگو افتیده است. تشکر. ما میخواییم در دولت خود خدمت کنم. ما وطن خود را خوش داریم. ما از این پشار شستون ششیدیم. ما میخواییم که انگلیسی پشتر رزی رویت میگیرم. استادار ما بسیار مهربان است. ما کشش میکند تا هر چیز یاد بگیریم. مدیره سرمالیم مام خوب است. ما بسیار خوش هستیم از مکتب که هر چیز یاد بگیریم تا در یک جای خوب باشه. حقیقت این است که ما مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی به حد زیاد است. اول ما میخواهیم که یک دکتر یا یک انجینر خوب شویم، اما با عرضی که مشکلات خانوادگی داریم ما نمیتونیم که با اون درس تحصیل خود ادامه بدیم. ما اول کرای خانه ما نداریم. بار یک ماه کتر شوه دیگر از خواهی بخانه می یا کرایه بتونی یا برین. ما مجبور هستیم بریم. حال ما کدام گفتنی دیگه ندارم. تشکر. ما از کار خوش هستیم. کار مدیر ما خوش هستیم. ما از کار خوبیم. همی کار خوب کاریه. ما خوش هستیم از کار خوب. از مدیر خوب ما این خواهم خوش هستیم. بله. حقیقت این است که ما از تحصیل خود فایده های بیشتر دیدیم. پس شما هم به تحصیلاتتان ادامه دهید. به نام پروردگار آزادگان راستین یا مددگار جویندگان عقبین. حقیقت خو اینه که در کشوری که 30 دهه جنگ باشه و زور و تفنگ سالاری باشه، میفهمیم که قدرت های محدود یا انگشتمار در صدر قرار میگیرم که بعدا تمام نظام در دست از اینا هست. و در همچون کشوری گفتن حقیقت برای انسان ها میفهمن که گران تمام میشه، چون که در هیچ همچون کشورها زوره که حق تعیین میکنه، حقوق حق تعیین نمیکنه. و گفتن حقیقت برای کسانی که حقوقی دارن نه زور واقعا گران تمام میشه. چون خود شما میبینیم امروز من با عنوان محصول ما حقیقت بیان کنم، باید در پشت کمره ها و در جای بسته که کسی حتی نفهمه که ما کجا گپ میزنیم. درباره حقیقت در من درباره مکتب یک جای بسیار خوب است برای ما که در مکتب درس بخوانیم، درس تعلیم کنیم و کسایی که در دختران خود را در مکتب نمیماند، ما از آنها خواهش میکنم. حقیقتا میگم که آنها دختران خود را برای مکتب باید که آنها را رایی کنند برای مکتب. مکتب شاکی است که من از استادشان خواهش دارم که بچه مکتب شا بچه شان چاقو میکشد و دخترشان دخترها و بچه ها سرمان ما. من از مکتب خواهش میکنم. من مکتب یک قسم فردوسی که از بسیار یک مکتب عالی و ازشان من بسیار از مکتب خوش میم و بسیار یک مکتب عالی است. من بسیار از مکتب هستم و بسیار یک مکتب عالی است و ما که
مکتب بسیار یک مکتب خوبی است و من از مکتب رزیستم و مکتب عبدالقاسم فردوسی مشهور است و مکتب لیسه مریم هم مشهور است. دو مکتب خوش است و از آنها که دختران خود را به مکتب نمیمان از آنها خوش میکنم که از آنها خواهش میکنم تا دختران خود را برای مکتب بباند و مکتب یک جای بسیار خیل مدرن شد. وقت ما وقت در مکتب میریم بهتر مکتب جای علم و دانش است. مکتب جای علم و دانش است. مکتب جای علم و دانش است و در مکتب ما علم و دانش باینده وقتی که مکتب خود را خلاص کردیم معلم یاد حقیقت این است. از به ظاهر آزاد بودن خسته ایم. حرف عمل می خواهیم. حقیقتی است که افغانستان بالاخره یک روز جور می شه و مردم باز هم در یک فضای آزاد سالم با هم زندگی می کنن. هدف ما در قبال گپ هایی است که اگر افغان ها کلشان دست به دست با هم بدهن و سطح دانش و سطح علمیت و ظرفیت خود را بالا برن می توانن از این فقر از این مشکلات فعلی که در کشور ما جابجا است از این خود را دور کنند و بالاخره وطن را آباد کرده مشکلات فعلی را خلاص نمایند. تشکر. حقیقت اینه که کشور ما یک کشور مریضیه و من دوست دارم که دوایی باشم برای این دردهای کشور خود و کشور خود موفق کنم و من یک شاگردی هستم از مهری دوست لایق هستم اما دوست دارم که بیشتر پیشرفت کنم و آرزوهای خانواده و کشور خود برآورده کنم. آرزوی بزرگ من اینه که هیچ وقت احتیاج به دیگه کشورها نباشیم و خودمو کشور خود آباد کنیم. حقیقت این است. من عضو تیم ملی بوکس هستم. من میخوام در افغانستان سال باشم و نمیخوام در افغانستان دیگه صدای کدام تفنگچه یا مروی یا دیگه انتحاری بشنوم. میخوام همیشه در افغانستان آرامی سال مردم در یک فضای صلح و آرامی زندگی کنن و همیشه آرامی افغانستان را میخوام. بس حقیقتی است که برادران میخواهیم که تمام مردم افغانستان در سراسر جهان کس بیایند در انتخابات اشتراک کنند، یک رئیس جمهور انتخاب کنیم که واقعا در برای مردم افغانستان خدمت کنند، واقعا برای مردم افغانستان خدمت کنند. خواهش میکنیم از تمام افغانایی که در هر جای هستند در پروسه انتخابات اشتراک کنند.